بله ببینید، عبید زاکانی یه ادیب و یه منتقد اجتماعیه. قبل از صفویه حدود 180، حالا بگیم 200 سال قبلش بوده، اون زمان ناله میکنه از ناراحتی های اجتماعی، از ناهنجاری های اجتماعی که اصلا ضد اسلام بوده. ببینید جامعه وقتی منحد شد با تن غلیظ مذهب مختار، مذهب منسوخ رو مطرح میکنه. جامعه وقتی منحط شد یه پلید مثل صفویه ها، مثل اسماعیل صفویه های صفاک به وجود میاد. یهویی یه نفر نمیاد تو بهشت زهرا بشینه با یک پفک نمکی یک دهم ثروت دنیا یار صاحب بشه، با یک وعده آب و برق مجانی ما یک دهم ثروت دنیا رو بدیم به کسایی که نه دین دارن، نه وطن دارن، نه معلوم میشه کجا اومدن و به کجا میرن. ما باید روش کنیم داداش جان. ما اگر روش نکنیم هیچ پدیده بزرگ مفید اجتماعی به عمل نمیاد. ما نه از جمهوریت چیزی میفهمیم، میدونم من اون موقع شاید 18 سال 20 سالم بوده، نه از اسلام یه چیزی میفهمیدیم. حتی من تو خانواده آخونده بودیم، بسیاری از مجتهدین اینا با این رأی آریون یا نه مخالفت میکردن، گفتم همه میگیم اسلام اسلام اسلام. آقا خمینی شما منظورتون از اسلام چیه؟ واسه ما تعریف کنید تا ما بریم رأی بدیم. مردمم با یک استرابی، با یک هیجان خیلی منفی رفتن این گرفتاری درست کردن، حالا بیا اینو درستش کن. ما باید روش کنیم. از نتیجه یک کار معلوم میشه کار ما درسته یا غلطه. کار ما غلط بوده دیگه داداشان. بسه دیگه بیشتر از این پرچونه گیره کنم شما حرف بزنین قشنگی. سلامت باشی، خیلی ممنون آقای عبدالرحیم عزیز از ساوه بودن. خدا رو نگهدارتون.